دوستای بینایت عزیزم، بعد از عرض سلام شفیع عیار هستم. شما را به مشاهده برنامه 180 خود که مصادف میشه به هفته اول ماه سپتامبر سال 2014 میلادی صمیمانه خوش آمد میگم. شما را ما میخوایم در عروسی دعوت کنم. آدرستانه برام بفرستین که براتان کارت بفرستم. تحفه نیاز ندارین که بیارین امرایتان، اما یک دسمال امرایتان بیارین که اگر گریان گرفتیتان بتانین که پاک کنین. لطفا یک مرد دخترک 8 سالش را در بولسوری شولگره بلطبخ به شوهر داد. این دخترک مینه نام دارد و 3 سال پیش مادرش را از دست داده است. پدر این دخترک میگوید که نادری وی را ناگودیر ساخت تا کودکش را به شوهر بدهد و با پولی که از شیربه های مینه به دست می آورد خودش نیز ازدواج کند. پسری که با مینه ازدواج کرده 12 سال دارد. لطفاً از پدر عروس 5 ساله بشنوید. ما از مولای صاحبا رفتم پرسان کردم، گفتم خانه ما ویران است، تیکه تیکه است، ما نمیاد، اینمی طالت ما خراب است. گفتم امیر شریعت چی میگه؟ او آدم گفت که خانه تو ویران است، درست است، تو مشکلی طرف کو مشکلی تو آباد کو. گفت مولای صاحب که به احتمال اغلب یکی از هواداران یا شاگردهای استاد بزرگ دین مقدس اسلام آقای سرستار سیرت بوده، برای از این میگه که تو مشکل طرف کو. ای که می نگه که 5 ساله در کدام مشکل مفته او مهم نیست. خداوند برای تو یک قسمت زده بود، یک سرنوشت، تو از او فرار کو، پرتش در گردن دختره که 5 ساله. او آدم گفت که خانه تو ویران است، درست است، تو مشکلی تا رفع کو، مشکلی تا آباد کو. گفت بمان که وضع از او خراب شد، زندگی از او تکه تکه شد، ولی تو خدا نجات بده از ایجا. ادامه گه پای پدر عروس. و غیر از او گفت اگر تو خاندار می بودی و این کار می کدی تو مجرم می شدی. گفت و این گفت پارم از مولای صاحبا از نفرای عالم ها اینجا دینروز طلب کدم دمی توی ازی اتایی مردم نکای ازی را گفت که تا بسته نکنم نینان تو را نمی خورم. گفت اتایی مردم نکای ازی را گفت که تا بسته نکنم نینان تو را نمی خورم. گفت بعد از اون نکایش بسته کدیم نانم شروع کدیم این از عالم ها در جریان نکا در جریان نکاح پرسان کرده باز با گفته مشکل تحل کو بیادر. یعنی شما باورتان میه امی نکاح چی مانا؟ یک عقد است، یک قرارداد است که عقد میشه بین یک آقا و یک خانم و در این کیس می نگه و آقای 12 ساله اینمی قرارداد مانایش ایست که شما از این باید دیگه میتانین رابطه جنسی داشته باشین. از همین خاطر است که پیش از نکاح ما و شما قدغن میکنیم رابطه جنسی را، ای که در خفا چی صورت میگیره او دیگه گپ است، اما در اصلی یعنی که عقل نداری پیش از نکاح ای کار کنی. اینال این دختره که 5 ساله را که برای از این آقا دادن مانایش ایست که اینا میتانن با هم دیگه هم خوابگی کنه. اینم این نکاست، نکاه دیگه کدام مانا نداره. اینا رو ببینین که همین ملای که ایر اجازه داده یا مولایی یا مولانا بازو چقدر خوبی را تشریح میکنه. باز میگه وقتی که جوان شدن بازگشته یک نکاه دیگه صورت بگیره. نکاه چی؟ دستی دختر که دادن برای از این آقا که بره باز چی دیگه نکاه؟ سعی کنین. مذهب احناف همه است که اگر دختر صغیر باشه پدرش وقتی باشه میشه. یعنی نکاح شد بیخی بسته شما؟ بخواه که کلان شد بعد از تجدید نکاح میشه. نکاح میشه بگم. یعنی تجدید نکاح چی؟ بعد از اینکه یک دو سه تا اشتو کک هم آورده بود باز یک روز در کلیشان میگرده که والا بیا که بریم یک نکاح کنیم، این رابطه موتود قصالا صحیح نبود، خالی یک نکاح کده بودیم نکده بودیم. خب البته صحیح نیست، تجدید نکاح باید شیم. بازی ها میگه تجدید نکاح یعنی اثر، مثل که وضو گرفتین
باز به نماز دیگه فکر میکنین که والا اونم یه کار صورت گرفت باید تجدید کنیم امی وضوع خدا. اینال اینمی عقاید از کجا آمده؟ وقتی که عربا وحشیانه در کشورها عمله میکردن و مردم ها را چور منداختن، بازی ها خو کت دخترک ها و بچه اک های 8 ساله 10 ساله 12 ساله شیرخورام یک جای میشدن، در زیر پایشان هزارها نفر جان داده، برای از یا مهم نبود. منتها اینال بازی ها باید یک گپ اسلامی برش میکشدن، نه خب پیغمبر اسلام هم کده. خب نظر به می قصگک هایی که یاد دارن، پیغمبر هم با یک دخترک 6 ساله عروسی کده، مینه جان 8 ساله است. شما فکر کنین مینه 2 سال از آیشگک کده کلان بوده، باز مینه 10 سالگی یک بچه که 12 ساله را گرفته. یعنی بیادبی ماف، یکان دفعه در تلویزیون ها یکان دفعه چیزی را باید بگوی یا میگی که دالت عادی هیچ گفته باید نشه و نمیشه، اما این شرایط افغانستان هم. یعنی مینگه خوباز که یک بچه که 12 ساله ارسی کده، یعنی در زیر پایش جان نمیته. اما ما پارسال برنامه فکر میکنیم 128 ما یا 129 در یوتیوب برین 129 شفیع عیار یا 128 همین برنامه ما را سعی کنین. دختره که 8 ساله بود یا 10 ساله با یک آقای 40 ساله عروسی کرده بود یا داده بودنش یا فروخته بودنش، در شب عروسی خود در زیر پاهای از وحشی جان داد. یعنی مینه در جمله خوشبخت ها میایه، ای بسیار یک دختر خوشتاله بوده و در ایت یک چیز اتا ما بسیار کار نمیشم. اما فکر کنین که یک آقای 40 ساله 50 ساله 70 ساله 80 ساله 20 ساله ایت یک دخترک بگیره، اونو وقت باز فکر کنین که امشب سر مینه چی میگذره و صدها تا مثل مینه جان داده. ولی بچه اک سردار، یعنی امیال نام خدا 12 ساله است، سردار رابطه جنسی را به احتمال اغلب میفهمه. ما خودم که صنف 5 6 بودیم یادم که یک صنفی داشتیم در صنف 5 یا 6 عاشق معلم قرآن شریف شده بود، یا میده جان بود یا انجیلا جان، خو مقصد کسی بود. بازی بچه بدسته درس نمیخوند یا که میرفت جواب صحیح نمیداد که امیده جان لطش کنه، بازور که کت سیلی میزد باز برای کلگی در تفریم میگفت دیدی که چی یک سیلی های مره زد، یعنی حتی از اوی لذت می برد. یعنی یک آدم 12 ساله رابطه جنسی را می فهمه و این دخترک 8 ساله بسیار خودتر از اوست که بفهمه. حداقل اگه یا یک 5-6 سال دیگه هم کلانتر می بودن این کمتر پروا می داشت. ولی گپ سر از این نیست که مثلا یک دخترک 8 ساله با بچه که 12 ساله ازدواج نکنه، اما گپ در سر از این که در جامعه وقتی که نکای صغیره اجازه یافت باز هر کس میتونه او را نکاح کنه به اساس اینمی قانون که باز وقت کلان شد تجدید نکاح میشه. و ما در سر از این ده ها برنامه داشتیم. البته نظر به قرآن اینمی ثواب نیست، اینمی اجازه نیست، اما مردم ها هر چیز در جهان اسلام برش یک راه پیدا کردن. حدیث پیغمبره، روایت تاریخ وی پیغمبر عروسی نکرد دخترک 6 ساله را. فکر کنین ما در برنامه گفتم مردم قارم شده که او تورش خندی میکنی، نه مرش خندی نمیکنم، گفتم فکر کنین یک آدم 50 و چند ساله را که پیغمبر ما بوده، یک ریش دراز، باز یک دخترک 14 ساله، یک دخترک 6 ساله در قولایش عروسی میکنه. چون در یک شب پیغمبر ما نظر به می کتابایی که دروغ است با یک دخترک 6 ساله به نام عایشه و یک دخترک 14 ساله به نام سوده عروسی کرده. و این در می کتاب سیرت رسول الله محمد ابن اسحاق آمده که 12 سال پیش، ببخشید 1200 سال پیش نوشته شده. یگان میگه نه، نظر به یه حساب و نظر به یه حساب عایشه که 18 ساله بود حساب نداره. تو اگه فکر میکنی که تو جمع تفریق اسلامیتانی باید به اساس کتب گپ بزنی که پیش از این آمده، تو نمیتونی به اساس یک کتابی که 200 سال بعد نوشته شده باز ات جمع تفریق های مخشوش کننده را بکنی. اینی کتاب به صراحت میگه
اما اینمی کتابا غلط، اینمی کتابای اسلامی ما 90% اشتباه است. ای به احتمال اغلب در زمان ابو سفیان شده، برای پیغمبر هم گفتن که این زنه گرفتی، این زنه گرفتی، زنه کشت چی، این مرد کره کشت زنش گرفتی، مرد دیگر کشت، این مرد دیگر کشت. یکان دفعه مردم میگه که به اساس سنت پیغمبر ما از شما خواستگاری میکنیم دخترتانه برای بچه ما. سنت پیغمبر اگر به اساس همین کتاب ببینیم که بزرگترین مرجع تاریخ اسلام است و تاریخ پیغمبر و زندگی نامه پیغمبر، باور کنین که پیغمبر در اکثر موارد یک مرد کشته زنش گرفته. این دیگه سنت پیغمبر نمیتونه شاکالو بگیری ای آقا را بکش و آقا را بکش زنش بگی که نه مال ما است. اینمی چیزا به نظر ما تومت شده سر پیغمبر ما. این حاله که من ایرم میگم، مثلا ما که یک دفعه گفتم که فکر کنین دخترک 6 ساله، دخترک 14 ساله، پیغمبر 50 و چند ساله، این یک دانه ریش و آیسته برو را میخوانن و این دخترک 6 ساله گیریان میکنه، آیش اگر گیریان نکشه و آرسیت واقعا همه تو میباشه. اگر تو ببینی همه تو را، من ایر سر پیغمبر جور نمیکنم، من سر پیغمبر رشخندی نمیکنم به هیچ وجه. ما برای شما میگم که اینمی کتابات دروغه، تاریخ اسلام دروغه. چطور میتونه که حضرت عیسی یک خانم نگیره یا به استعمال اغلب با یک خانم علاقه عاشقانه داشته باشه و حضرت موسی که یک خانم بگیره و برای سالها از احترام خانم خود برای پدرش رمچرانی کنه، یعنی اقا یک آدم محترم باشه، دفتن یک پیغمبر دیگه بیایه خاتم الانبیا و ای زن چورکو و ای زن چورکو و ای زن چورکو، دخترک 6 ساله و 8 ساله و 10 ساله و 15 ساله. شما راستی فکر میکنین که همه تو بوده؟ اینمی کتابا پر از اینمی قصا. اینال اینی تا امروز دوام داره. اگر به اساس قرآن مگر به این مسئله ببینیم، بازتا نیست. پیغمبر ما آیت یک کار نکده، ای اجازه را نداشته. یعنی اگر پیغمبر با یک دخترک 6 ساله میگرفت عروسی میکرد، او یک اشتباه کلان بود. یگانه میگه پیغمبر معصوم بود، بیاد در قرآن گفته اشتا. بله، اما گفتن اشتا که پیغمبر تو هیچ وقت اشتباه نکدی، خطا نکدی، در قرآن پاک به صراحت آمده پیغمبر مثل اما مردم دچار اشتباه شده، ولی خداوند بخشیدهش. معصومیت پیغمبر ما در بخشایش خداوند بوده، نه در پاکیزگی خود پیغمبر ما. و ای اساسش قرآن پاک است. و ما در سر از یا برنامه داشتیم، در سر هر کدام از این ده ها آیت آوردیم از قرآن پاک. ملا وقتای اول که ما گپا را میزدن 2 سال پیش، خود در زمین ها میزدن، این تلویزیون ها کلگیش سر اینمی دعوا داشتن کتما. مگر وقتی که ما آمدیم که آیات آوردم آوردم آوردم، ملا پس کله خود خاریدن، در ایسو گریختن، در اوسو گریختن. و امیدوار استم کی یاروسی دخترکای چند ساله در مملکت ما خلاص شود. اما تا زمانی که ما مملکت خود نجات نتیم، یک سیستم اقتصادی خوب نیاریم، ما فرهنگ خود بازسازی نکنیم، مکتب جایگزین این مساجد و مدرسه ها نسازیم، یکی مساجد است که ما و شما برای عبادت میریم بدون آلایش. یه آلایده است اینی مدرسه هایی که علم دزبر اندزر این باز یک تفنگک هم برشان میتن علیه را بکش علیه را بکش. یا باید جایگزینشان مکتب شود. تا او زمان ما نمیتنیم این بدبختی ها را از جامعه خود پس کنیم. شما میبینین که حال یک آدم که 40 سال در خارج درس خوانده، آقای اشرف غنی وام آمده دعوا داره که ما افغانستان اسلامی میسازم، آرمی یا ارتش افغانستان اسلامی میسازم، ارتشی که به خاطر اسلام 35 سال 40 سال این مردم شهادت داده، ای آمده که من نو شما را اسلامی جور میکنم. باز خودش هم در حج میره، دستش در دعا به طرف مردم، به طرف کامره، پشتش به طرف خانه خداوند، در حال که آیات قرآن پاک است که در وقت عبادت در هر جایی که هستین روی تان طرف قبله کنین. حج عبادت است، دوره عبادت است. اگر تو در عمره رفتی یا حج رفتی، در دو حالت در جریان عبادت روی طرف کعبه می باشه. و ای در او وقت رفته پشت خود دور داده که ما شما ببینیم که یه نیام عج رفته. حالا به هر حال در این قسمت برنامه ما
میرم به تلویزیون طلو جریان از یک مصاحبه را میمانم از یک افغان ما که ما خودم هم تا حدود امرایشان شناخت دارم، شخصی شناخت دارم، آقای قیوم کوچه در تلویزیون طلو مصاحبه داشتن در امی روزا. لطفا. اما در کنار آن موضوع گفتگو با طالبان و آینده ثبات افغانستان از جمله موارده هست که در پرسپال کنونی آقای عبدالقیوم کوچه دیپلمات پیشین افغانستان با من مسلم شیرزاد پاسخ میگن. آقای کوچه خوش اومده. لطف میکنه. بنبست انتخابات از کجا پیدا شد؟ بنبست انتخابات از کجا پیدا شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. همی برای ما جالبه که در جریان یک مصاحبه تلویزیونی کلگی کسا را که ما میبینیم باید یک چند کلمه عربی بگوین، یک گوشه از یک آیت بخوانن، یک چیزی که یعنی ما بسیار مسلمان هستیم و باید ایره به نمایش بگذاریم. شما دمی افغانستان 35-40 سال پیش در جریان یک مصاحبه در رادیو اینو یک چیز زیاد نمیدیدین. مثلا پدر ما نماز میخوان، روزه خودم میگرفت، زکات خودم میداد در پولیش، ولی این میرخمی نمایش خود نمیماند پیش مردم، به نمایش خود نمیماند که گویا ما بسیار مسلمان هستیم. اما این می به نظر ما زیادی است یا ضرور نیست، خود زیادش یک بسم الله الرحمن الرحیم میگی شروع میکنی، ولی ما این را میگم که اینا کاکای آقای اشرف غنی هستن. یعنی اگر واقعا اینقدر مسائل اسلامی مهمه و امینا هم امرایشان عج رفته بودن، دمو عکس ها اینا هم بودن، خالموجه میگفتی که بیادر زاده دهج نمیتونی پشت سرت طرف کعبه کنی، همو پشتکت بگردن، ده ای عکس ها رو بر اشتهار استفاده نکو، اسلام بر اشتهار نیست. خیلی خوب آقای دکتر، حالا بیاین سر یک موضوع دیگر. بفرمایید. در مورد طالبا، طالبا کی هستن؟ ببینین که یک دیپلمات سابقه مملکت ما یا یک دیپلمات سابقه دار مملکت ما که فوقلاده تحصیل کرده هم است و من ایسی یک بزرگ، ما شما باید پای صحبتش بشینیم و ببینیم که چی میگن که برای مملکت ما چی دونه اینا یک راه نجات نسخه می نویسن. ببینین جوابه. به نظر ما، به نظر شخصی خود ما، طالب ها افغان هستن، طالب پاکستانی نیست. البته طالب وقتی که از حقوقش زیر پا شد و از کشور کشیده شد و تلفات دادن و یک تعداد زیاد جوان از اینا قربانی شد، از بین رفتن، اونا رفتن با دوباره به کوها رفتن، سنگر گرفتن. میبینین میگه سر طالبا گویا افغانستان، حکومت افغانستان حمله کرد، باز جوانایشان کشته شد، حقوقشان پامال شد، باز بعد از اونا رفتن در سنگرهای خود در کوها بالاشتن، اونا رفتن با دوباره به کوها رفتن، سنگر گرفتن. اول خود در کوها بالا نشدن. همی آقای قیوم کوچه اگر ندیدن برای ما بگوین که ما یک برنامه سر همی بسازم برشان نشان بتم که گله های 1000 نفره کلش گریخت از اون جایی که آمده بودن پاکستان، در کوها بالا نشدن، کلش پاکستان رفت. ملا عمرم در پاکستان، اقانیام گلبدینم و اکثر رهبرهای زیاد در اون موجه است. اینی بیچارگک که در مسجدها کلان شدن، همه تمت اینا را آوردن انتحاری کردن، میره یک چه چادری میپوشانه، یک چه دامن میپوشانه که اثرت تیشن، باز میاد چی میکنن، انتحاری میکنن، نفر میکشن. اینی نفرک های بیچارهشان در افغانستان هست. اکثریت از یا همون نفرهای کتا کتا و گندهشان در پاکستان شده و یا در کوها نرفتن، کلشان گریختن، برای 3 سال یادم پاکستان بودن تا که این می آقای کرزی و اشرف غنی اینا را دوباره آوردن، به خاطر از این که در افغانستان اینا به قدرت نیازمند بودن، کسایی را کار داشتن که اینا را سپورت کنه. بنان حالا بیا که سال همه کنیم گل بودین سای بیا اور بیا خود بودین کل لگی را آورده رفتن، حکومت را برشان دادن. اینا لگی آقا میگه طالبا پاکستانی نیست، شاید یک تعدادش پاکستانی نباشه، یک تعدادش
افغانش شاید افغان باشه، مگر دلیل جنگ بر علیش نیست که نوکر بیرونی است. همی خلق و پرچم مملکت همه تا وحشیانه نفروخته بودن مثل طالب، و نوز هم از خود یک طرز تفکر داشتن، از خود یک تفنگچه داشتن، از خود یک قاعده و قانون داشتن. اما یا یک وسیله دست است، هیچ چیز دیگه از خود ندارن. همی رهبرای خلق و پرچم خود افغانستان بوده در خلا، اما از یا خود افغانستان هم نیست. از اموج راکت میارن میزنن، از اموج انتحاری رایی میکنن، خودشان در اموج شیشته. اینا میگه اینا افغان ماستن، پاکستانی نیست، و اینا در کوها رفته بودن، در کوها نرفته بودن، پاکستان گریخته بودن. این دیگهش. و حال حقوق از اینا باید اعاده شد. میبینین آقای کوچه میگه که حقوق طالب ها باید اعاده شد. کدام حقوقشان؟ همو حقوقی که درای یک زن استاد میکدن، شلاق کاری میکدن به خاطر از ای که یک گوشگه که پایش از زیر چادری معلوم شده بود، یا یک آقا را در این بغل سرک کش میکدن، بیادمی مافته تنبانش دست رو میکدن که کل چیزاش اسلامی عمل شده یا نشده. یعنی طالب چی حقوق داشت که ما اعاده کنیم؟ یا کدام زمین داشتن که ما گرفتیم؟ کدام موتر داشتن؟ چی؟ خب یک حکومت غصب شده به زور پاکستان گرفته بودن، مملکت ما را در اسارت آیسای قرار داده بودن، کشیده شد. ای کاش که بر همیشه کشیده شان. ولی میگه حق و حقوقشان، اگر حق و حقوق اعاده شه برای هر نفری که در افغانستان طالب کشته، ما رفتیم حق و حقوق از این مردم گرفتیم. اینا خو از جنای حکومت افغانستان نمایندگی میکنن، بیادرزادهشان رئیس جمهور مملکت میشه، یا حقوق مردم باید اعاده کنه. ولی اینا از حقوق طالب آگب میزنه. ولی ادامهش، مگر اینه برای شما بگویم، متاسفانه به دست خارجی ها، خاصتا به دست پاکستان، اینا استعمال شده. آیسای پاکستان در قسمتی از این که اونا را پس مسلح ساختن و دیگرها، این بازی های بسیار بزرگ است که از طرف پاکستان، از طرف ایران، از طرف امریکا، از طرف نیتو، این کشورها شما میفهمین، ما میفهمیم، اینا منافع خود دارن، منافع استراتژیک دارن. اگر شما فکر کنید که امریکا نمیتونست که طالب به کلی محو نابود بسازن؟ ای ادامه گپش است. یعنی ما دیگه چیز شقت نکردیم، اما ادامه همون گپ اولشه. خودش میگه که ولی بیگانای طالبا را استفاده کردن، خوب بچگک ها بودن، منتها استفاده شدن. کی استفاده شان کرد؟ پاکستان استفاده شان کرد. بله، یا که ایران نمیگن و رزی میگن که یعنی کلگی جاسوسه، فارسی زبان، پشتو زبان، ازبک، هزاره، کل ما جاسوسیم، و این توطئه پاکستان بود که میخواست پشتون تو قبول کنه که خیر، اگر طالب ما نوکر پاکستانه، باز فارسی زبان هم نوکر ایران است، که به این رقم وطن فروشی در مملکت قانونی شه، در حال کتنه است. دمی سالهای حداقل 13 سال که است، اینمی سیایه تا امروز نگفته که اینی عمل توریستی یا اینی بم یا اینی که در اینجا پرانده شده دست ایران است. اما از هر صد عمل توریستی که در افغانستان صورت گرفته، همی یک 90 دانش خواه اعلان کردن که پاکستان صداره، همی سیایه اعلان کرده، همی حکومت افغانستان. اینال مانایش چیست؟ مانایش چیست که یک طرفه از طرف آیسای اینا استفاده میشه؟ مانایش چیست؟ مانایش چیست که وسیله دسته؟ اینال ما چطور حقوق از یارا بگیریم اعاده کنیم؟ یا حقوق ندارن یا نوکر آیسای هستن؟ چی رقمی اصلا برن که تا آیسای جمع کنن، جنگ کنن که حقوق خود از وا بگیرن؟ ادامه. و اگر خود از این نخواست پاکستانی، حال مرکزی امی طالبا شما فکر کنید امی طالب در پاکستان زندگی آرام داره؟ شما خبر دارین که با ملا برادر چی واقعه صورت گرفت؟ با نخبگان طالبا چی معامله صورت گرفت؟ اونا که میخواستن که صلح بکنن، آشتی بکنن، پس بین به کشور خود، به مسجد خود، بین مردم خود، بقریه خود، او رو پاکستان اجازه نمیده. خب یک گپ مقبول میزنن. یعنی ما نمیفهم که یا میفهمن که گپای خود رد کرده رئیسن. خودشان میگه شما فکر میکنین طالبا در پاکستان آرام شدن، زندگی خوب دارن؟ نه، زندگی ایوان دارن. در افغانستان از بدنامی مردن و در پاکستان از خیانت و وطن فروشی دیگه برای خدا برو نمانده که هم پاکستانی ارزش برش بده، با عیس جاسوس خود برش ارزش بده. یعنی به ارزش ترین مردم دنیا به نظر پاکستان اینمی طالبا است.
یا شما فکر میکنین که یا بر ازیا احترام داره؟ نه بابا، احترام نداره. و خود آقای قیوم کوچه میگه شما فکر میکنین که یا در پاکستان آرام زندگی داره؟ نه نداره. و باز یک مثال جالب میتر میگم، اون ملا برادر رو دیدین؟ او میخواست که صلح کنه، پاکستانی ها نمان، دیدین سرش چی آورد؟ ملا برادر میخواست صلح کنه. بیا قبول کنیم که ملا برادر میخواست که افغانا که مملکت خود صلح کنه، باز پاکستانی ها چی کردن؟ باز او رو در زنجیره ها، مایی رو در برنامه مانده بود بودم، در زنجیره ها بسته کرده بودن، در معذر ها مانده بودن. خوی اینال ملا برادر میخواست صلح کنه، ملا برادر معاون ملا عمر بود، یعنی کلانترین نفرشان بود. پاکستانیا گرفت، اما تو مثل یک اشتکک دستش گرفت، در زندان انداخته شد. همین ملا عمر یک دفعه نگفت که یه خو معاونم است صاحب، شما چرا ایره بندی کردین؟ هیچ کس دیگه اگه بود افغانستان بندی میشد، حکومت افغانستان میگرفت، آقای قیوم کوچه هم قار میشد، آقای اشرف غنی هم، آقای کرزی هم، کلی از یا میرفتن که دیستی الهش کنن و مولا برادر ما را اله کنین. یعنی مولا برادر در افغانستان مانا داره، در پیش پاکستانیا مثل یک برگ مولی هم نبود. یک نفر صدای خود نکشید که چرا ای بندی شد. یعنی به این مانا که اینا وسیله است. اگر شما صلح کنین کت تفنگ صلح میکنین یا کت صاحب تفنگ؟ کت صاحب تفنگ. طالبا تفنگ هستند در دست کی؟ در دست آیسای. وسیله هستند برای تخریب، برای بربادی مملکت ما و برای سپردنش برای آیسای استفاده میشن. یا میگه بیه کت از یا ساله بکنیم، کت از یا ساله نمیتونیم، اینا حق صلح را ندارن. اون خودت میگی که ملا برادر میخواست صلح کنه، شما دیدین که در پاکستان سرش شد؟ شما خبر دارین که با ملا برادر چی واقعه صورت گرفت؟ با نخبگان طالبا چی معامله صورت گرفت؟ اونا که میخواستن که صلح بکنن، آشتی بکنن. ولی ما دیدیم اونمو مانایش است که اینا آدمای بی مانا و بی اهمیت هستن. نتیجه منطقیش هم است، اما یا اتو نتیجه گرفته. طالبا خوب مردمک هستن، به یکتشان صلح کنیم. طالبا در اون موقفه که صلح بکنن، در اون چوکی نشتن که صلح بتانن گپ بزنن دیگه. پس بین به کشور خود، به مسجد خود، بین مردم خود، به قریه خود، او رو پاکستان اجازه نمیده. میگه با میخواستن در پیش مردم خود بیاین، در قریه خود بیاین، در مسجد خود بیاین. وی همی در کجا یاره بندی کرده که افغانستان رفته نمیتونی؟ خودمی افغانستان که رایش میکنه که برو عمل انتحاری که برو تکو نره نکنه، با می حکومت برای می آقای کرزی خود تسلیم کنه. والا آقای کرزی ده می عرق میاره شه آورده هم کلگیش آورده خودم اوجه هیت نره او بیدر. بله، این که میگین طالب، طالب فرزندای افغانستان است، باید کت طالب مذاکره صورت بگیره، مفاهمه صورت بگیره. جناب کرزی صاحب شاه کوشش کرد مگر نتیجه نداد، باز هم دستای خارجی بود. میگه طالب افغان است، کتش مذاکره و مفاهمه. دمی 13 سال چی کردیم؟ مذاکره و مفاهمه کردیم. مذاکره و مفاهمه هم نه، بلکه هر چوکی که لازم بود برشان دادیم، هر کدامش آمد میلیونا دلار هم برشان انداختیم. و یا از هر دوره که آمدن، از هر طریقی که تانستن برای مردم ما استفادهش کرد. حتی رئیس شورای صلح آقای براندین ربانی را گرفتن که تبام در کله خود پراندن. یعنی که یا سل نمیخواین و رضی های ایسای دستور داده که مملکت را بگی بر ما، هر کسی که هر چیز میخواه بکشش. حالا ما تا حال ده دفعه از ام آقای پاکستانی را چشماندیم کلپشه که میگه افغانستان یک گولد ماین است بر ما، یک منبع یا معدن تلاز بر ما. هزار میلیون دلار در افغانستان است. زمرد پنجشیر، لاجورد بدخشان، تیل عزیج، چی گس شبرغان، اینا ایر ما نمیمانیم که از پیش ما جای دیگه بره. و ما ایر ده ها بار تا حال ماندیم. اینال طالب اونو وظیفه را داره که ما را بتبره از وا که زمرد ما و لاجورد ما و تیل ما و گس ما و هر چیز دیگه که ما داریم جمع موقف استراتژیک ما برای پاکستان استفاده شد. یا او تو نمیبینن، یا تو فکر میکنن که نه، طالبکار رو باید صلح کنیم. آه یه گپ از 13 سال پیش
اگه میگفتین صحیح بود، 13 سال پیش برادرها جنگ باید خلاص شه، همی هموطنهای ما سوء استفاده شد از دست طرف پاکستان، بیای نمانیم که یادگرد دست پاکستان بفتن سوء استفاده شه، برای کشتن مردم ما استفاده شه، بیاییم که اینا را چانس بتیم که دوباره بیاین واس کنین آغوشتانه. کدیم نکدیم 13 سال؟ یا ما آغوش دادیم یا ما را از شانه قطع کردن، عسکر ما را کشتن، جنرال ما را کشتن، نفر عادی ما را کشتن، هر کس ما را کشتن، رئیس کمیسیون صلح آقای کرزی کشتن. بس نیست؟ فکر نمیکنین؟ دیگهش ای که میگن حقوق طالبا اعاده شوه یعنی چی؟ حقوق طالبا ایست که اینا پس به کشور خود بیاین. خب دولت میگه بیاین؟ او البته اونا خواسته های دارن. چه خواسته ها دارن؟ خواسته هایشان نمیست که اول زمانت از این صورت بگیره که حیات زندان مسئول باشه. او بیاین با سبا او را در بگرام پرسین، او را پس زندانی بسن. ده ها رهبرهای پیشین طالبا آمدن همی الله کابل زندگی میکنه. خود دیگه ده ها خود گفته نمیتونیم یک تعداد. شما میتونین اگر آمارش هم خواسته باشه مد اختیارتون قرار بده. خود شاید داشته باشه موقعیتش هم که در کجا زندگی میکنه. ولی او را خود ما بشار وارد نیستم. خب یعنی اعاده حقوق که میگین حق طالب چی است که میگین حقوق طالب ها اعاده شوه؟ شیرزاد بسیار خوبی را پیش میبره، یعنی من نمیفهم که با کدام زبان از آقای شیرزاد سپاس کنم. یا حقوق طالب است که اینا پس در کشور خود به کشور خود به کی تا حال یارا گرفته که نه نیا کی گرفته؟ کدام نفر از آمده که در سرحد استادش کردن که نه تو خودت حق نداری؟ همیال ملا عمر هم بیایه میمانه نشد در سر شانهای کرزه هم میتانه زندگی کنه، ولی میگه یا حقوق شیست که باید پس به خاله میگه بیایه کس خورای شانه نگرفته، باز میگه نه حقوقو نمیتانی جه باید زمانت شه که بندی نمیشه حالو بیایه باز شما در بگرام پرتینش. ما کسایی را که بم میپراندن در افغانستان مردم ها را میکشتن، یک یادش که کشته شده و جیجان کشته شده دمو بم پراندن که خودش خود پرانده، هر کس شکه گرفته مرد 80 ساله شه، دختره که 9 ساله شه، مرد 40 ساله شه، بچه گکشه، هر چیز شکه گرفتیم پس الا کردیم. کی الایشان داد؟ آقای کرزی، امی برادر زاده شما آقای اشرف غنی، امی ها الهیشان کردن. یعنی هیچ زمانت دیگه کار نیست، ما که قاتلایشانه که امیال عملا میکشته در جریان قتل و کشتار گیر شده الا کده میریم. یعنی اونایش که در ایسه نداشته کی واره بندی میکنه؟ بگرام خالی شد از طالب، بگرام از وجود طالبا پاک شده، الا شدن، کلشان رفتن، همی جنگ ها را اموار عبری میکنن. این یک چیزی بود که کرزی و اشرف غنی قصدی کردن. اینا لی میگه که باید زمانت کنه. این گپ آقای اشرف غنی هم زده که ما این را بارا در کلپ در ویدیوهای خود ماندیم، میگه باید ما زمانت کنیم که جانشان، مالشان و ناموسشان در خطر نیست که بیاین تسلیم شن. جانشان، مالشان، ناموسشان، ای اصلا مردم افغانستان است که جانش، مالش و ناموسش در خطره. این حاله چطور ما میتونیم زمانت کنیم؟ کرزی خود که در زمانت و استادم بود، واقعا به نوکری طالبا خوبترین رئیس جمهور در افغانستان بود، یا ما بگویم که اینمی در واقع رئیس جمهور طالبا بود در افغانستان، و تو نبود که تنها مایار از زندان خلاص کردیم، مایار در حکومت آوردیم. در دوره یک ده وزیر از طرف گلبدین و ملا عمر حقانی در حکومت افغانستان شامل بوده، جنرال در افغانستان داشتن، قاضی داشتن، قاضی و قضا داشتن، هر چیز داشتن دیگه. چی رقمی؟ یعنی امی باقی حکومت باید بابا تسلیم شه که دل شما یخ کنه؟ سعی کنین که کلپک دیگره ما یایتو نیست که از قات یک چیز که خوش مه بکشم، نه، این ادامه جملاتشان است. ما تنها قطع قطع کردیم تا که بتانیم بشکنانیم. ایش بسیار جالب است. طالب چرا در بیرون باشه؟ طالب چرا خیلی می جنگه؟ یعنی میگه طالب چرا در بیرون باشه؟ مرزی ها میگه خالون آمدن که از غرضشان نگرفته. باز آقای کوچه میگه خال طالب چرا در بیرون باشه؟ همین سوال ماست، همین سوال ماست که چرا این خائنین در پاکستان ششتن؟ چرا وطن تکه تکه میکنن؟ از این وطن دیگه چی میخواین جور کنن؟ اینال ای سوال است که باید ملا عمر جواب بده. ای آقا از ما پرسان میکنه، از مردم افغانستان، که از خود یک سوال کنیم که طالبا چرا شده در پاکستان؟ وی
حالا خودت پیشتر گفتی که مولا عمر میخواست صلح کنه، پاکستانی ها نمان گرفت بندیش کرد و خاطر که وسیله دست هستن، ابزار بیرونی دست بیرونی هستن. شما فکر میکنین که همین طالبایی که در قندهار میجنگن، در لوگر میجنگن، در میدان وردک میجنگن، از طرف روز حکومت جناب کرزی صاحب است، طرف شو حکومت به دست طالباست. اینا شو فکر میکنین کل زی پاکستانی است؟ بازم همی آقای قیم کوچه من نمیفهم که شما میفهمین که برالای خود گپ میزنین یا گپ میزنین باز برالایش استدلال میکنین. خب خودت میگی که طالبا مردم خائن پست کثیف است که روز کت آقای کرزی هستن از شماش میگیرن، از امپایسی امریکا که میگن که ما برالایش هستیم ماشت جیب خود میکنن. باز شبکی در قاچاق مواد مخدر به نفع آیسای ایسا میگیرن. همیه از دیگه. حال تو اگر برالای حکومت کرزی هستی، خب روز چرا کتش کار میکنی؟ روز نوکری امی مردم ها میکنی؟ شو میری نوکری چی آیسای و طالبا را میکنی؟ به نظر از یا ای یک مشکل طالبا نیست، ای یک پستی و کثافت طالبا نیست. به نظر از وا خب طالبا اون حق است، روز کت آقای کرزی شوکت طالبا بنان یا اتمی یک دلیل خوب دارن. چی دلیل خوب؟ ما برام شبکی کت طالب روز کت آقای کرزی، آیا ما یک انسان پست نمی باشم؟ یک انسان بی عقیده نمی باشم؟ یک انسان خودخواه و منفعت جو نمی باشم؟ طالب ها اونمو هستن. وقتی که دلتان برای طالب ها می سوزه، آیا از مفکوری طالبانی هم حمایت می کنین؟ ما دلی ما بر تمام ملت افغانستان می سوزه و طالب ها. اجازه بتون بفرم. و طالب هم جزء ملت افغانستان است. من نمیتونم که طالب از ملت افغانستان، از پیکر افغانستان جدا بسازم. من نمیتونم که حزب اسلامی را از پیکر ملت افغانستان جدا بسازم. اونا جهاد کردن، اونا قربانی دادن، اونا شهادت دادن. البته با پیش ما رهبرای اینا چیز هستن، قابل انتقاد هستن. میبینین میگم من نمیتونم. به نظر ما طالبا گلبودین کلگیشان جزء پیکر ملت افغانستان، من نمیتونم که را جدا کنم. ظاهرا منطقی معلوم میشه، اما ای کاش که گپم یک چهره می داشت که در پیش آینه میموندی که علامت لخت معلوم میشد. اما این گپا به نظرت بسیار کاکولی معلوم میشه، در حالی که از این که در گپ کل دیگه هیچ نیست. اینم اینا که حالا میگن که ولا یا جزو پیکر ملت، گپ سر از این نیست آقای قیوم کوچه که شما ای را جزو ملت میدانین یا نه. گپ سر از این نیست که شما کت از یا صلح میکنین یا نه. گپ سر از این نیست که شما یارا بیادر میگین یا نه. گپ سر از این است که اونا شما را چی فکر میکنه، مردم افغانستان را چی فکر میکنه، آیا وا میخواین که صلح کنن یا نه، آیا وا میخواین که انتحاری کنن یا نه، آیا وا میخواین که افغانستان مزرعه تریاک پاکستان داشته باشن، آیا وا میخواین که وطن ما را برای سایه تسلیم کنن. چنانچه در طول 20 سال می کار کرده، چرا یاد پاکستان شده؟ میگه به خود بسیار خوب جالب یاد بود، چرا یاد پاکستان شده؟ آقای قیوم کوچه میگه چرا خود در پاکستان نیستی آقای قیوم کوچه؟ به خاطر که اگر چین میگه پاید به نفع پاکستان تمام میشه، اما ضد پاکستان است. ایرا ما میفهم که اینمی آقای قیوم کوچه یک آدم خائن وطن فروش برای پاکستان نیست. اینمی یک آدم است که وطن خود دوست داره، یک مرد غیور افغانه. اما نوکر پاکستان بودن یک اپا، دستیار پاکستان یا دستیار آیسای بودن دیگه اپا. بسیاری هایی که ضد پاکستان است اما دستیار پاکستانه. برای چی؟ به خاطر از اینکه تو از کسی که وسیله دست پاکستان شده وطن ما را در میده تو دفاع میکنی. پس چی میکنی؟ غیر مستقیم تو پاکستان کمک میکنی. تو نوکر آیسای نمیشی، دستیار آیسای میشی. مگر در اکثر موارد از نوکر آیسای که در دستیارای آیسای برای آیسای بسیار کمک میکنن، در حالی که آیسای بدام میبینن. و آقای قیوم کوچه بدون شک یکی از دستیاران آیسای است و ما یک برنامه دارم به نام دستیاران آیسای شفیع یار. شما ایره به الفابت انگلیسی در یوتیوب نشته کنین ببینین، اون وقت میفهمین که منظور ما چیست. با برنامه جالبه، باور کن اگر ندیدین ایره باید ببینین. به هر حال آقای دکتر،
شما با طالبا رابطه نزدیک دارن یا خیر؟ ما برای شما چون آقای مژده در یک از نوشتهاش گفته از شما یاد کرده، عبدالقیوم کوچه کاکای دکتر اشرف غنی که با طالبان رابطه نزدیک دارد. ما برای شما عرض بکنم که این خود نظر آقای مژده است. خود مژده میفهمه و نظرش میفهمه. ما برای شما گفتم که در یک سمپوزیمی که از طرف ملل متحد در قطر دایر شده بود، چون میفهمیدن که ما نویسنده استم، ما تحلیلگر سیاسی استم، ما نوشته های ما نشر شده، نظریات ما ارائه شده در امریکا و در کنفرانس های امریکا. با امریکا ما بشه به صراحت حرف زدیم، صحبت کردیم، اما سبب بوده که با نام ما آشنا بودن و ملل متحد ما را در اونجا خواست، یک سمپوزیم بود که رای حل از این چی است. ما در اونجا رفتم، اونجا یک تعداد مردم ما دیدم، ما کتشان کدام رابطه مستقیم قبلا هم نداشتم، عالم ندارم. در این قسمت آقای کوچه ایت ادعا میکنن که گویا در فلان مجلس که مرا خواسته بودن امرای طالبا و برای سال اینا از من نظر میخواستن که مشکل مملکت چطور حل کنیم. وی به خاطر بود که من یک نویسنده خوب هستم، نظرات بسیار عالی دارم، از این خاطر مرا خواسته بودن. یا نه، تا نیست که من کت طالبا رابطه دارم، با مرا در قطر خواسته بودن با اونو مناسبت. یعنی شما سعی کنین که خود آقای قیوم کوچه برای خودم این اهلیت قائل هستن که یعنی ما اگه در اوجا خواسته شدیم، این نبوده که اشرف غنی با عیس جاسوس فلان و فلان نام ما را در یک جای داده. ما به اساس اهلیت و درایت خود خالق، شما همی اهلیت و همی درایت دارین. اول خواهی نمی گپای شما هیچ کدامش رای حل افغانستان نیست و شما نه تنها که مردم را مخشوش می سازین، بلکه خودتان مخشوش هستین. هر گپتان در واقع جواب گپتان آمه است، جواب مخالفتان. یعنی شما میگین خیچر طالبا در پاکستان شده خیچر، و در اینجا شما ادعا میکنین که مکت طالبا قسمی که آقای مجرم میگه من رابطه ندارم. آقای کوچه، یعنی احترام شما به سر ما لازم است و ما احترام بر شما میکنم، چی در غیابتان چی در حضورتان. منتها همی هر دفعه که طالبا دمی امریکا آمده، نمایندهاشان دمو وقتی که قدرت داشتن، قرار گفته هموطنهای ما که در کالیفرنیا است، شما میزبانشان می بودین، شما راهنمایشان می بودین، شما جای آکتشان می بودین، شما به خاطرشان حتی مردم برای جنگ چی میکردین، جمع میکردین. یعنی یک رابطه بلندتر از نزدیک همراهشان داشتیم. یعنی گپ آقای مژده گپ قابل تردید نیست. شما باید صادقانه بگوین که ما از اون زمان با طالبان رابطه داشتم، رابطه این به اینی اساس بوده. دو شما خوبتر معلوم میشیم نسبت به ازی که بگوین نه ما تو خدای پا جهت گپ میزنم، اما تو نیست. یعنی شما همی روابط داشتین و خیره که داشتین. اگر شما بعد از قدر سالا یک تجربه خوب در این کارا گرفتین، ای برای ما مهمتر است که امروز شما از اون تجارب چی منفی بوده چی مثبت برای بهبود وضع کشور ما امروز استفاده کنین. اما امروز شما مخشوش هستین، شما امیال نمیفهمین که چطور خود کمک کنین که امی گپایتان یک انتظام فکری را نمایندگی بکنه، یک زنجیره منطقی داشته باشه. اینمی زنجیره منطقی در وجود نداره. اگر ما امرای شما یک برادر همخونم باشم، برای شما میگفتم آقای قیوم کوچه گپایتان با یکی دیگه سر نمیخوره. اگر آله که یک دوست دورترتان هم هستم من میگپ میزنم، اگر بیخی مخالفتان هم میبودم من میگپ میزدم. ما یقین دارم که دمی خیش و قوم و دوستایتان اگر برین میگپا را بگوین و بگوین میره راستی صادقانه برم بگو که ما خوب گپ زدم، برتان میگه که نه چی خوب گپ زدی، دیدی در برنامه خود شفیع عیار آمد هر گپت ماند و تفسیر کرد و راستی به یکی دیگه سر نمیخورد. یعنی از اینمی گپاید یک کس در مقابل ما دفاع نمیتانه. اگر بچه شما بیاید نمیتانه بگه یک شفیع عیار غلط گفتی، پدر ما اینی گپش اینی مانا را داره ایره. میتانه که قارش بگه تو حق نداری سر پدرم گفتی، میتانه این کار کنه، اما منطقا از خودت نمیتانه دفاع کنه. و اگر بچه تان از شما منطقی دفاع نمیتانه، مانایش ایست که برنامه تان بر افغانستان یک برنامه جالب نیست. اما یک کلپ آخرین که برتان میمانم، طالب فرزندای
افغانستان است، باید کت طالب مذاکره صورت بگیره، مفاهمه صورت بگیره. جناب کرزی صاحب بسیار کوشش کرد مگر نتیجه نداد. ببینین میگه آقای کرزی هم بسیار کوشش کرد. آقای کرزی تنها کوشش نکرد، برادرزاده تان هم زیاد کوشش کرد اما نتیجه نداد. یعنی نه خودتان جواب گپتان هم میتین، در 13 سال هر دست و پای بوسی که بود شد نتیجه نداد، بنان باید استاد شد. در این قسمت برنامه ما یک پیغام برای بسم الله خان وزیر دفاع کشور دارم. شما هر کسی که برنامه مرا میبینین و میتونین این پیغام مرا برشان برسانین، در هفته نو، در امی جمعه و پنجشنبه قرار است که آقای بسم الله خان انگلستان برن و در جلسه نیتو اشتراک بکنن به نمایندگی از افغانستان. در اینجا قرار بود که رئیس جمهور مملکت برای آقای کرزی گفت نه من نمیرم، باز اشرف غنی و آقای عبدالله باید میرفتن، اما کدام رقم شد که را دور دادن که دو تانه را امی بسم الله خان بره. و ما برای بسم الله خان میگم که در ات یک وقت اساس رفتن خودت بسیار خطرناکه، احتمال در آخری روزهای وزارت دفاعیت باشه. یعنی من ایره نمیگم که 100%، اما یک 20% چانس یک کودتا است در اینمی افته که می آید. و امی کودتا هایی را که MI6 یا شبکه جاسوسی انگلیس با ISI انجام داده، در اکثر از یا امی آدم هایی که با ارزش است یا کی پرسن است وارا از اوجا می کشن از اون مملکت، وارا در یک جای دور می برن تا که کودتا کم سهلتر انجام بگیره. آقای بسم الله خان در این جلسه نرین، در ات یک نقطه اساس نرین. من نمیگم که 100% یک کودتا میشه، اما احتمال از این موجود است و بسیار خطرناک است. در ات موقع دوباره پیشنهاد کن که نه امی آقای اشرف غنی و آقای دکتر عبدالله برن، به خاطر که یا یکی از یا رئیس جمهور آینده مملکت یا هر دویشان، یکیش رئیس جمهور یکی دیگهش هم صدر اعظم. حالا چرا وا نره که خودت بری؟ هر دویشان باید برن که برای مملکت ما منفعت زیادتر داره. رفتن خودت چرا؟ اونا هم انگلیسی میفهمن، هم در مجلسه هم خودم میتونن معرفی کنن و برای مملکت ما زیادتر فایده داره. رفتن خودت یک قدم بسیار خطرناک است. نمی هفته پیش رفیقای اشرف غنی که اکثرش می وابسته های ISI است، یک جلسه بسیار کلان داشتن. وزیر هستیم، مرجع قانونی بگویا یونما جمع کمیسون سم شکایت، جمع ریاست جمهوری اعلان کنه که پلانی زبانشان تو معلوم میشه که نشه باشن. میگه ما منتظر هستیم که یک مرجع قانونی بگویا که اشرف غنی صاحب برد. مرجع قانونی کدامه؟ اونمو کمیسیون متقلبه که همراه از یک جای کار میکرد آقای نورستانی که بازی های اگتن پرتن که اینا ما بردیم. این حال سعی کنین که ایدگهش چی میگه؟ با این هم این اتحاد میگوید حکومت وحدت ملی با حضور ملا عمر و گلبودین حکمتیار تکمیل خواهد شد. ملا صاحب محمد عمر را که نرازی نماینده را ولیگا توپک کیک دا بیرون وطن پریک دا، حکمتیار صاحب توپک خودی خیده توپک کیک دا او هجرت پریک دا، رایش افغانستان که بده قدر روشی او تازی چه بده ملی وحدت که برخ واقعستلا دا و تکمیل شی. ملا صاحب محمد عمر که نرازی نماینده را ولیگا دیگه گلبودین صاحب، ملا عمر صاحب بیاین دیگه که حکومت بگیریم. حال خودت نمیایی نماینده رایی که خی تو چیستی؟ ای سباون چیست؟ اگر شما قطبالدین هلال چیست؟ اگر شما نماینده نیستین خی کیستین؟ خوی نماینده رایی کده زیر ارموی پوستین اشرف غنی شما که نیستین کیستین؟ اگر شما نماینده از وان نیستین خی شما از کی نمایندگی میکنین؟ اما سعی کنین در این مجلس کلانی که یا مردم آورده شما فکر میکنین کلش طرفدارای اشرف غنی است. یار وزیر معارف بازی داده، نفرای خود گفته اینا را بگوین که ما در اینجا جمع میشیم که از اینی خاطر گپ میزنیم. سعی کنین. اما در سوی دیگر
ظاهراً بخش از اشتراک کنندگان این گردهمایی آموزگاران مکتب های شهر کابلند. ادعا دارند مدیرانشان به آنها چیز دیگری گفته بودند، اما ناگهان با مسائل سیاست و انتخابات روبرو شدند. آقا گفتن جلسه معارف است، اما اینجا که آمدیم از انتخابات بس کردن. گفته بود که در مورد چی است؟ همه غزه و فلسطین اسرائیل موضوع از قرار است. بعد شما اینجا دیدیم که موضوع برعکس بود. اگر میبینین این کمیسیون متقلب تنها نیست، یا هر کار از یا تقلبه مردم از وزارتخانه رایی میکنه که بره که در اینجا اینه تیگه پا. یا میاین که اصلا گلبودینیا جلسه داره، خود در مابین جلسه گلبودینیا میبینه، عکسشان هم در تلویزیون. و گوش کنین با آخری گپ آقای متقلب بزرگ مملکت ما نورستانی که در مورد اعلان نتایج انتخابات چی میگه؟ ما نتیجه رو اعلان میکنیم، یکی کسی میپذیره نمیپذیره کار خودش است. ما نتیجه رو اعلان میکنیم، کس میپذیره نمیپذیره دلش. وقتی که آقای متقلب بزرگ نورستانی این گپ اعلان کرد، اینی گپ تیم اصلاحات و همگرایی بود. چون این اعلانی از نظر ما مردود است، غیر قابل اعتبار است، پشت کردن به رأی مردم است، نادیده گرفتن آرای ملت افغانستان است و ما ایره رد میکنیم و مردم افغانستان در برابر یک چنین اعلان استاد خواهد شد. اعلان جنگ است و ای آقای نورستانی که یک وسیله دست است و در این تقلب بزرگ صدا شده، این نمیخواه که حال ثبوت شد که قدر یک آدم تقلب کاره و تو خو از شاه شجاع کده این بعد معلوم میشه. بنان ای هر کاری که میکنه، حال باور کنین از اشرف غنی کده، آقای نورستانی میخواه که ای کار دیگه پیش نره. اما تو معلوم شد که گویای تقلب صورت نگرفته. همی صد هزار هم که شده، خدان به چی جبر گفتن که صد هزار رای ما باطل میکنیم. ولی به هر حال در طول هفته هایی که در پیش روی است، احتمال داره که افغانستان به خصوص کابل شاهد صحنه های ناخوش باشه. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ می سپارم. البته توجه شما را می خواهیم به آهنگ زیبا از مرحوم احمد زائر جلب کنم. البته یک خواندن دوگانه است، در زمان حیات مرحوم احمد زائر ثبت نشده، بعد از وفات شده و کسی که امرایشان خوانده در این دنیا است که عمر طولانی برشان می خواهیم. اما آهنگ بسیار خوب و جالب است، لطفا. خبرداری که در دورنجو درمان هست